مکاشفه فصل هفدهم. آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که جام به دست داشتن آمد و با من صحبت کرد. او گفت: بیا تا مجازات آن فاحشه بزرگ را که در کنار دریاهای بسیار قرار دارد به تو نشان دهم. پادشاهان زمین با او زنا کردند و مردم سراسر دنیا از نوشیدن شراب زناکاری او خود را مست ساختند. و آن فرشته مرا در روح و بیابان برد و در آنجا زن را دیدم که بر حیوان وحشی سرخ رنگ سوار بود. بدن این حیوان از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ بود. آن زن لباس ارغوانی و سرخ در برداشت و با طلا و جواهرات و مروارید آراسته شده بود. او در دست خود جام طلایی داشت که از فجور و کثافات زنای او پر بود. بر پیشانیش با حروف مخفی نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فواحش و تمام کثافات روی زمین. من دیدم که آن زن از خون مقدسین و خون شاهدان عیسی سرمست بود. همین که به او نگاه کردم سخت در شگفت شدم. اما آن فرشته به من گفت: چرا اینقدر تعجب کردی؟ من راز آن زن و راز آن حیوان وحشی را که دارای هفت سر و ده شاخ است و او بران سوار است به تو میگویم. آن حیوانی که زمان زنده بود و دیگر زنده نیست، او به زودی از چای بی انتها بیرون می آید و به سوی هلاکت خواهد رفت. از میان مردمان روی زمین، آنانی که نامهایشان پیش از پیدایش دنیا در کتاب زندگی نوشته نشده بود، از دیدن این حیوان تعجب خواهند کرد، زیرا او زنده بود ولی دیگر زنده نیست و باز هم خواهد آمد. این به حکمت و فهم نیاز دارد. آن هفت سر هفت تپه است که زن بر آن می نشیند و همچنین هفت پادشاه است که پنج نفر از آنها از سلطنت برکنار شده اند و یکی هم اکنون فرمان روایی می کند و آن هفتمی هنوز نیامده است و هر وقت بیاید فقط مدت کوتاه دوام خواهد آورد. اما آن حیوان وحشی که زمان زنده بود و دیگر زنده نیست، هشتمی است و با وجود آن یکی از آن هفت نفر می باشد و به سوی هلاکت می رود. ده شاخی که دیدی ده پادشاه هند که هنوز به سلطنت نرسیدند، اما با آنان اختیار داده می شود که به مدت یک ساعت در سلطنت آن حیوان وحشی حصه داشته باشند، زیرا هدف همه آنها یکی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی می بخشند. آنها با بره جنگ خواهند کرد، اما بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و امراهان او که برگزیده و وفادار خوانده شده اند در پیروزی او شریک خواهند بود. آنگاه آن فرشته به من گفت: در جایی که فاحشه ساکن است، آن آبهایی که دیدی نشانه قوم‌ها و جمعیت‌ها و ملت‌ها و زبان‌ها می باشند. و اما آن ده شاخی که دیدی با آن حیوان وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند ساخت. گوشت تنش را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزانید، زیرا خدا در دلهای آنها نهاده که مقصد او را اجرا نمایند. پس هم رأی شدند و سلطنت خود را در اختیار حیوان وحشی قرار دادند تا آنچه خدا فرموده است به کمال رسانند. آن زنی که دیدی شهر بزرگ است که بر پادشاهان دنیا تسلط دارد.